سرنوشت خواننده‌ای که باعث جدایی محسی از همسرش کوروش ناظمیان شد، خانم فیروزه. با ما همراه باشید. فیروزه با نام اصلی نیره عسکری از زمانی که دختر خیلی جوانی بود با نام هنری فیروزه توی کاواره ها و کافه های لاله‌زار روی صحنه میرفت. میخوند و میرقصید. کافه هایی که خیلی از خواننده هایی مثل آغاسی، سوسن کارشون رو از اونجا شروع کرده بودن و به اوج شهرت و محبوبیت رسیدن. فیروزه هم با رویاهای شهرت پا به عرصه هنر گذاشت. فیروزه متولد 22 خرداد 1327 در تهرانه. اولین کاری که به صورت رسمی از او منتشر شد ترانه اشک شوق در سال 41 بود. اما سرنوشت برای چیز دیگه ای رقم زده بود. اون در دام جوان خوشتیپ و ورزشکار ثروتمندی گیر افتاد. به خاطر این عشق مدتی دست از کار کشید و خونه دار شد. توی اون مدت صاحب دو دختر به نامهای سهیلا و هورا شد. اما رویای خوانندگی و معروف شدن روی صحنه و رقصیدن لحظه ای اون را رها نکرد. اون عاشق خوانندگی بود. اون عاشق توجه زیاد مردم و به شهرت رسیدن بود. توی رویاهاش میخواست که مثل خیلی دیگه از خواننده های کوچه بازاری مردم جلوی در کاواره ها برای صف بکشن. برای همین با وجود مخالفت های همسرش برای ادامه خوانندگی از اون جدا شد. فیروزه دوست صمیمی و قدیمی محسی بود. با اون رفت آمد خانوادگی داشت. به تشویق محسی بعد از جدا شدن دوباره کار خوانندگی رو شروع کرد. از اون جایی که عاشق این حرفه بود با اداها و اشوه‌های خاص خودش با اون رقص‌های حسابی دل مردم رو برده بود. شروع فعالیت‌های دوبارهش باعث شد که اون پا به عرصه بازیگری هم بساره. بهش پیشنهاد بازیگر شدن رو دادن و اون هم سریعاً قبول کرد. برای اولین بار در سال 51 توی فیلم نوبر اصفهان بازی کرد و توی همون سال سه فیلم دیگه هم بهش پیشنهاد شد به نام‌های مردان خشن، قصاص و شوهر پاستوریزه که با موفقیت خوبی هم همراه بود. این اتفاقها برای شهرت زیادی آورده بود. اون که مدت زیادی بود از صحنه و خوانندگی فاصله گرفته بود، خیلی زود دوباره سر زبون‌ها افتاد. رفت آمدهای خانوادگی فیروزه و محسی درست توی زمانی که اختلافات اون با شوهرش زیاد شده بود بیشتر هم شد. محسی زمانی که 19 سالش بود کوروش ناظمیان رو در منزل یکی از دوستان خانوادگیشون دیده بود و همونجا یک دل نه صد دل عاشقش شده بود. باهاش ازدواج کرد و مدت کمی بعد از تولد دخترشون سحر اختلافاشون بالا گرفت. محسی با تمام عشقی که به همسرش داشت در هفتم مهر ماه 1353 ازش جدا شد. بعد از اون جدایی محسی از نظر روحی خیلی داغون بود. همه زندگیش به هم ریخته بود. ترانه هایی هم برای کوروش اجرا کرد و همین خبر سوژه داغی بود برای روزنامه ها و مجلات اون زمان. سه ماه بعد در کمال ناباوری خبر تکان دهنده تیتر اول نشریات شد. ازدواج همسر سابق محسی با صمیمی‌ترین دوستش فیروزه. این خبر شوک خیلی بزرگی برای محسی بود و همین باعث شد که بین اون و فیروزه بحث‌هایی پیش بیاد. فیروزه اعتراف کرد زمانی که کوروش ناظمیان هنوز شوهر محسی هم بود، اون دوران دور و دور شیفته عاشق اون بود. اما همیشه به خودش یادآوری می‌کرد که نباید هیچ وقت بهش ابراز علاقه کنه و هیچ وقت همین کار رو نکرد. اما بعد از جدایی محسی حالا دیگه مانعی برای ابراز عشقش وجود نداشته. اون با کوروش ناظمیان وارد رابطه شد و عشق آتشینی بین اونها به وجود اومد و اونها تصمیم گرفتن که ازدواج کنن. با این خبر اسم فیروزه باز هم سر زبونها افتاد و اما این بار به خاطر ازدواجش با شوهر سابق دوست صمیمیش محسی. محسی هم بعد از باخبر شدن از این خبر سبد گل بزرگی برای عرض تبریک برایشون فرستاد و توی مصاحبه‌ای در مجلات گفت از این به بعد با اونها کاری ندارم و فقط به فکر زندگی خودش و دخترش. اما برای فیروزه روزهای خوبی بود. اون حسابی خوشحال و سرخوش بود و در همه مصاحبه‌هاش از این عشق داغ و آتشینش صحبت میکرد. بعد از این ازدواج پرسر صدا این خبرهای داغ در همه نشریات و مجلات همه این خواننده‌های زن رو با هم مقایسه میکردن. خب محسی خیلی خوش صداتر و مشهورتر و پرطرفدارتر بود، اما فیروزه به عنوان یه خواننده کوچه بازاری و کم سابقه شناخته میشد. حتی مجله اطلاعات توی اون زمان مطلبی رو منتشر کرده بود که در اون دستمزد هر شب خواننده ها رو بررسی میکرد. در سال 54 که در اون زمان دستمزد محسی برای یه اجرا در یک شب 7000 تومان بود و فیروزه 2000 تومان. همین تفاوت‌های زیاد سوال‌های زیادی را در بین طرفداران این دو نفر به وجود آورده بود.
عده زیادی هم فیروزه را محکوم می‌کردند که به دوستش خیانت کرده و با اشتباه و لوندی شوهر اون را دزدیده. عده دیگه هم خوش برخوردی و همیشه خندون بودن فیروزه را دلیل برای اتفاق می‌دونستن و می‌گفتن شاید خانم مهستی در این حد خوش اخلاق نبوده. همین اخبار تا مدت‌ها تیتر نشریات بود. فیروزه همچنان به فعالیت هنری خودش در عرصه خوانندگی ادامه می‌داد. اما بازیگری رو بعد از بازی در فیلم نبرد عقاب‌ها که در سال 53 اکران شده بود کنار گذاشت. کمی بعد از این اتفاقها خبر اختلاف فیروزه و کوروش نازنینیان هم شایعات زیادی رو درست کرده بود که دوستان و آشنایان او از بالا گرفتن اختلاف اونها گفته بودند. فیروزه توی مصاحبه بیان کرده بود که خیلی ها قصد دارن زندگی شیرین ما رو به هم بزنن. ولی تا حالا موفق نشدن. فیروزه دوتا دخترش رو که از همسر اولش بود با آمریکا فرستاد برای ادامه تحصیل. اون که قرار بود ماه آیندهش برای دیدار اونها با آمریکا بره توی مصاحبه گفته بود کوروش نازمیان هم قراره با من بیاد به سفر. و در قسمت آخر مصاحبهش گفته بود که من باردارم و ما به زودی صاحب فرزند میشیم و همین مسئله باعث شد که اختلافامون رو کنار بذاریم. فیروزه به لطف فریدون فرخزاد وارد رادیو هم شد و کارهاش در رادیو هم بسیار موفق بود. باعث شناخته تر شدن و پرطرفدار شدنش شد. در اوایل سال 57 انتشار یه خبر دیگه باز هم جنجال زیادی به پا کرد. فیروزه توی مصاحبه‌ای در مورد رابطه‌اش با کوروش نازمیان گفته بود: ما نتونستیم با هم ازدواج کنیم. فقط مدتی کولیوار با هم زندگی کردیم. حالا هم اون مدیر برنامه‌های هایده شده. فیروزه تا انقلاب 57 فعالیت خودش ادامه داد. اما وقتی که انقلاب شد اون هم مثل خیلی از خواننده ها مهاجرت نکرد و در ایران موند. کوروش نازمیان هم در ایران زندگی میکرد و در زمان جنگ ایران و عراق در دهه 60 رفت آمد های مشکوکی به عراق داد که باعث شد حکومت جمهوری اسلامی بهش مشکوک بشه و اون رو به جرم جاسوسی دستگیر کنه. مدتی در زندان بود و در نهایت هم اعدام شد. این خبر برای بار دوم مسیر رو ویران کرد. این خبر زمانی بهش رسید که اون روی صحنه در لس آنجلس در حال اجرا با شمایزاده بود و بعد هم ترانه رو به یاد عشق اعدام شدهش خونده. فیروزه چند سالی با کوروش نازمیان زندگی کرد و اونها صاحب دختری به نام سپیده شدن. فیروزه همچنین در حال حاضر در ایران زندگی میکنه و در عکس‌های زیادی هم در محافل و مراسم‌ها در کنار خواننده‌های بازیگر قدیمی دیده شده. ما هیچ وقت حاضر نشد هیچ مصاحبه‌ای رو انجام بده. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. حتما نظراتتون را برامون کامنت کنید و ممنونم از شما بابت لایک و سابسکرایب کردن کانال. بهتون پیشنهاد میدم حتما این دو تا ویدیو آخر رو هم ببینید.